کنم، من معتقدم بحران در سینمای اجتماعی رو باید به دو دوره تقسیم کرد، دوره قبل از 88 و دوره بعد از 88. چون من معتقدم شکاف گفتمانی که بعد از 88 بین حکومت و ملت پیش میاد، بین جامعه پیش میاد، همه پارامترها رو عوض میکنه. تا قبل از 88 ما به این و این شکاف و به این عمق نداشتیم، بحران داشتیم در سینمای در واقع اجتماعی، کما که در دوره اصلاحات بحران داشتیم. ولی در دوره اصلاحات یادمون باشه که فیلم های سیاسی ساخته شدن، مثل نیمه پنهان، مثل اعتراض. و نیمه پنهان کارگردانش رفته قوه قضاییه زندان رفته، اما مدیریت فرهنگی از زندان آوردش بیرون. یعنی در واقع ما اینا رو داشتیم. اما بحران بعد از 88 به نظر من اون، حالا آقای توحیدی از زاویه‌ای که حالا خودش میتونه صحبت کنه صحبت کنه. آقای جرمی، ما فکر میکنم یه ذره بریم عقب‌تر. آره. 45 سال از انقلاب میگذره. من میخوام بگم در نگاه تاریخی امروز رو یک جور بازگشت دهه 60 میدونم. دهه 60 رو احضار روح کردن. دهه 60 دهه ایست که به هر حال ما با جنگ روبرو هستیم، دفاع مقدس روبرو هستیم، انقلاب تازه پیروز شده، سینما عملا تکلیفش روشن نیست، میخواد تازه اتفاقاتی بیفته، سازماندهی بکنن. کسانی که عهده‌دار سازماندهی سینما میشن مدیرانی هستند که عمدتا سابقه روشنفکری هم دارن. بله، ریشه در روشنفکری دینی دارن. ریشه در روشن. آقای بهشتی و دوستان. بله بله، دیگر اینها. سینما اونجوری شروع میشه، اما همون دوستان هم در واقع با تعارضاتی روبرو هستند. همون دوستان هم خیلی تحمل نمیشه. این سرشت نظام‌های ایدئولوژیکه که نسبت به فرهنگ بیش از شاید سایر امور حساسیت نشون میدن. مختص نظام جمهوری اسلامی نیست. شما اتحاد جماهیر شوروی رو هم نگاه کنید، همین اتفاق اونجا میفته. یعنی که از اواسط دهه 20 تمام سازمان‌های هنری رو، تمام سازمان‌های صنفی هنری و فرهنگی منحل میشه و اینها ادغام میشن در یک تشکیلات سراسری. بعداً در اوایل دهه 40 میلادی یادم میاد به اسم ژدانوف و یک دکترینی، بله معروف ژدانوف، دکترین ژدانوف در واقع تعریف میکنه و اونجا برای هنر تعریف پیدا میشه. یعنی در ادبیات علل خصوص برای ادبیات تعریف پیدا میشه. همه باید توی حوزه ریالیسم سوسیالیستی کار کنن. آثار خارج از این حوزه پذیرفتنی نیست. ادبیات روسیه از پوشکین و تولستوی و داستایفسکی میرسه به چنگیز آیتماتوف. صداهای دیگه شنیده نمیشه. نویسندگان میان مایه ایدئولوژیک میان در واقع جایگزین غول‌های گذشته میشن. توی سینما حتی آدمی مثل آیزنشتاین و داوژنکو اینا تحمل نمیشن، خونینشین میشن. توی هنرهای تجسمی شما کاندینسکی رو میبینید، خونینشین میشه. توی تئاتر میرهولد رو میبینید، واختانگوف رو میبینید، اینها امکان کار پیدا نمیکنن. حتی در حوزه نظری هم اتفاق میفته. به چین برید، انقلاب فرهنگی چه کاری با چین میکنه؟ کافی این فیلم روزهای زندگی ژان گیمو رو ببینیم، یه کوچولویی ببینیم که انقلاب فرهنگی با چین چه کرد. حالا توی حوزه سینما داریم ببینیم که این سندی که به جا گذاشت. بنابراین سرشت رژیم های یا سیستم های ایدئولوژیکه که نسبت فرهنگ حساس هستن. اونجا اگر در اتحاد جماهیر شوروی اگر یک آقای سولجنیتسین پیدا بشه که یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ بنویسه، بخوان نوبل بهش بدن، قبل از اینکه بره نطق کنه و از کشور خارج بشه که هرگز هم نمیره، برای اینکه تصور میکنه اگر بره راش نمیدن، بیانیه میدن که یک دسیسه‌ای در نوبل اتفاق افتاده
که کسانی که طرفدار غرب هستن این جایزه رو بدن. فکر کنید که نظیر این جایزه رو همین سال گذشته، همین امسال جایزه صلح نوبل رو به کسی دادن که امروز زندان هست. با همین توی چین همینطوره، توی اتحاد جماهیر شوروی، اینجا هم همین ماجرا. یعنی دهه 60 رو شما بررسی بکنید، دهه 60 هر گروهی که میخواد بره خارج از کشور، برنامه خارج از کشور، یک کمیسر سیاسی باش میره که اونجا کسی دست از پا خطا نکنه، آسه بره آسه بیاد، اتفاقی نیفته. با تحولات سیاسی آمده نیروهای میان روتر یه ذره این قضیه باز میشه. یعنی آنچه که در دوره اصلاحات اتفاق میفته، اون چیزی که آقای داوودی فرمودن تحت عنوان تکریم سینماگران یا تحمل سینماگران، این محصول در واقع مشارکت مثال زدنی و اتفاقی است که در سال 76 میفته و در واقع اتفاقی که میفته کسی انتظار چنین اتفاقی رو نداره و یه ذره قضیه باز میشه. توی حوزه های مختلف شما نگاه کنید، اقتصاد همینطور، حوزه سیاست همینطور، بحث یعنی از دور اصلاحات بحث در واقع شکلگیری یا قدرتیابی سمنها، سازمانهای مردم نهاد، سازمانهای صنفی، اینها چیز میشه که با آمدن آقای احمد نژاد در واقع از اونجاست که کشتیبان را سیاستی دیگر می آید. قرار میشه که اصلا نهادهای صنفی کاری نکنن. خب ماجرای تاریخی خانه سینما هم روشنه و اگر خانه سینما رو زده بودن، موفق شده بودن که تعطیل کنن، همون کاری که در اتحاد جماهیر شوروی خیلی ساده انجامش دادن، اینجا به حضور شما عرض کنم که خانه موسیقی و خانه تئاتر و انواع خانه ها و خب پس از دوره آقای احمد نژاد این شمشیر از رو بسته شده. اون یک لحظه، اون بهار اصلاحات شاید یک لحظه خیلی استثنایی باشه در تاریخ انقلاب، خلاف در واقع سرشت یک نظام ایدئولوژیک ظاهراً داشته رفتار میکرد و این در واقع مزاق کسانی که دست بالا رو در حاکمیت داشتن به نظر من خوش نمی آمده و میباید این چرخ رو به عقب برمیگردوندن. یه بخشی در دوره آقای احمد نژاد این اتفاق افتاد و باز در واقع بحران ها چنان پیچیده شد که ناگزیر دولت تدبیر و امید آمد که اون بحران ها رو تدبیر بکنه. اقتصاد فروپاشیده رو، وضعیت پیچیده ای رو که ایران در لبه جنگ شاید قرار داشت در دوری که در سالهای آخر دولت دوم آقای احمد نژاد اون رو آمد چاره کنه. بنابراین باز دولت تدبیر امید یه زنگ تفریحی شد این وسط که انگار کسانی که آرزوی سیطره فرهنگی رو توی همه حوزه‌های فرهنگی داشتن و اون چیزی که الان شاید تر تحول صدا و سیما توی سیما داره اعمال میکنه و آرزو داره که این رو در شبکه خانگی هم تسری بده و اینها، اون سیاست رو اعمال بکنن. خب این دوتا برهه عملا یک فاصله و شکافی بین اون روحیه انقلابی که تمامیت خواه هست و دوست می‌دارد که همه حوزه‌های فرهنگی تحت کنترلش باشه، یه شکافی ایجاد کرد. با استقرار دولت آقای رئیسی و یک دست شدن حاکمیت ظاهرا دیگه هیچ معارضی وجود نداره. می‌شود که اون سیاست‌ها رو بدون در واقع معارض اجرا کرد. اما تصور من این هست که توی سینما هم یک اتفاق بزرگتری افتاده و شما به درستی، هم شما هم آقای داوودی به درستی به هر حال به جنبش مهسا اشاره میکنید و اتفاقی که افتاد، من میخوام در مقابل جنبش مهسا به یک امر دیگه به قول دکتر آصف بیات به ناجنبش اشاره بکنید. ناجنبش رو شما در همه جا میبینید و این ناجنبش عملا تعادل ناپایدار ایجاد کرده که این تعادل ناپایدار حالا اگه وقتش شد صحبت میکنیم،
ناجنبش به این معنا که بدون اینکه قرار خاصی کسان گروه های اجتماعی بگذارن، از یک رویه و یک رفتار همگن و به حضورتون عرض کنم که شبیه همدیگه استفاده میکنن. مثل اتفاقی که در مورد حجاب افتاد و به هر حال بگیر و ببند هایی که بود، الان بدون اینکه کسی در واقع قرار مداری داشته باشه در شبکه های اجتماعی مثلا این رو تحت عنوان جنبشی رو خان چیز بکنن، خیلی ها میبینید که خیلی از خانم ها روسری رو رها کردن، مقاومت میکنن. این ناجنبش توی سایر امور هم دیده میشه. این ناجنبش مثلا فرض کنید توی سینما تحت این عنوان که یا ما نمیریم تقاضای پروانه ساخت بکنیم، فیلمسازی قدیمی الان اینطوری، و در مقابل این سیاست، در مقابل اعمال این سیاست ها عملا یک جور مقاومت مدنی دارن نشون میدن. و اون نکته‌ای که شما فرمودید به نظر من کاملا درسته. اگر تا اطلاع ثانوی این بگیر و ببند ها ادامه داشته باشه هیچ مثلا بدیلی جز رشد سینمای زیرزمینی از یک طرف و از طرف دیگه رشد سینمای پروپاگاندا نداره، چون بودجه ها رو میدن که در مقابل در واقع این سینما، سینمای بدیل ایدئولوژی که به حضورتون عرض کنم که شعارهای و هر حال حاکمیت رو داره تکرار میکنه، وجود داشته باشه که جشنواره فجر برگزار بشه یا هر چیز دیگه. بنابراین به نظرم جای تعجب نیست، هیچ تعجبی نداره. اون چیزی که الان اتفاق افتاده عبارت از این قضیه است که اگر شما به این در واقع سیاست رو تن ندید، عملا پروانه ساخت نخواهید گرفت. شما برای روز مصاحبه های قضایی رو گوش بدید، عملا داره برای فیلمی که تهیه کنندش الان در برلین حضور داره و همه ما امیدوار هستیم که انشاءالله یک افتخار تازه برای سینما ایران کسب بشه با فیلم بهداشت صنایع ها و کیک محبوب من اونجا جزء فیلم هایی باشه که بالاخره جایزه های مهم جشنواره برلین رو بگیره، دارن اعلام میکنن که کسانی که چنین فیلم هایی رو میسازن بعدا برای کار بعدیشون دچار مشکل خواهند شد. همون اتفاقی که برای برادران لیلا افتاد، برای جلیل بند افتاد و دیگران. اما به نظر من این اتفاق به اشکال گذشتگی قابل تجدید نیست.